امام امامات وحي دي علي معرفة امام الإرشاد. امامات اكيد معرفك حضرت علي معرفك. حضرت علي جبار دماغ حسين امامه بله بله بسم الله نسی بر زمین بیار مامان اسماعیلی میشم فقط من نمی رو بخوام که علی بعد از خود حسین را امام میدانه حسن را نه حسین را امام مستقر میدانه یک نس یک دو بیار مامان اسماعیلی علی امرش نیمازه سنی رفت بعد از خود خود چاک نرس تا سنی دفاع کنه چون راجب اسماعیلی هم بخواد بدانه که چرا اسماعیلی را کافر میدونه بله بگو بسیار خوب کسی که برخلاف الله حکم کنه کافر هست یا نه چی کسی که برخلاف الله حکم کنه کافر هست یا نه بله آفرین چون آیه قرآن هستن ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون کسی که برخلاف الله حکم کنه کافر هستن شما در دینتان خمس دارید در عقیدتان خمس هستن بله در عقیده اسماعیلی خمس هستن چی هست؟ چی هست؟ خمس خمس با خمس ما نشه بکنم بفهم چی هست؟ خب پس ایرا کنار میذاریم در عقیده اسماعیلی روز قیامت بدنهای ما زنده میشه یا ارواح ما؟ ارواح ما خدا انشالله خیرت بده که یک جواب درست حسابی بالاخره دادی در عقیده اسماعیلی هم در روز قیامت بدنهای ما زنده میشه یا ارواح ما ارواح ما خدا در قرآن میگه روز قیامت بدنها زنده میشه کافر شدی رفت حال شما بزرگوار اسماعیلی هستی درسته؟ بله بله میشه از شما سوالی داشته باشم؟ اول من یک سوال کنم از شما چون شما هیچ وقت به ما حق سوال نمیتیم آها ما هیچ موقع در شما حق سوال ندادیم چقدر ما ظالم هستیم پس شما سوال تپرسم آه خب اول این سوال من میاست که همی مادی که تمام شیا میگه که زور میکنه ای چندین قرن است که زور نکرده آه ای خوش یک فریب نیست چرا یک فریب هستم همونطور که برادران اسماعیلی خالصیه در مهدی اعتقاد دارن الله اکبر مهدی ما همان مهدی هست که اسماعیلیه خالصیه اعتقاد داشت کی 1300 سال پیش اگر او اسماعیلیه ها گمراه نادان جاهل هستن باشه شاید ما هم باشیم چون اونها اعتقاد داشتن که اسماعیل از دنیا نرفته اسماعیل مهدی هست برمیگرده نه اسماعیل در زمانش برگشته بود و پسر از او میشه دماغی اسماعیل در زمانش برگشت حتما درست است حرف شما کامل درسته میشه بگید اسماعیل در زمانش برگشته بود یعنی چی متوجه نشتم از کجا برگشته بود بخاطر که تمام امو حکومت بنی عباس با تمام ائمه دشمنی داشتن اسماعیل از کجا برگشته بود شما میگید برگشته بود از کجا اونا هجرتی که کردن اونا دوباره به خاطر تقیه دشمنا چند روزی را اونا گویا که سفر بستن، سفر اقامت به جای دیگری بستن اما این موضوع خیلی واضح است موضوع خیلی واضح هست ولی چیزی که شما میگید برخلاف چیزی هست که در کتاب خداوندگار علموت راجب حسن صباح نوشته شده در اونجا ذکر میکنه که اسماعیل ابن جعفر وقتی که از دنیا رفت خود اسماعیلیه دو فرقه شد مبارکیه و خالصیه قضیه سفر اسماعیل نبود که اسماعیل از شهری در شهر دیگر رفته باشه بلکه جناب اسماعیل ابن جعفر از دنیا رفتن و خالصیه اسماعیلیه خالصیه اعتقاد داشتن اسماعیل نمرده ای بر میگرده ای شاید جسمی که از بین رفته باشه این مثل عیسی در آسمان های امین مهدیه که پس میه ولی مبارکیه گفتن نه اسماعیل دیدید که مرده بچهش محمد امام بعدی هستن اناری من از شما پرسان کدوم که شما این البته فرسان کردید که مهدی شما گفتم مهدی ما همون یک خود شما اسماعیلی هم قبول دارید اگر خرافات هم قبول دارم اگر چتیات هم قبول دارم این در میشه یک سوال دیگمی اسماعیل از شما بپرسم بله پیشتر به گفته خودتون گفتین که همی اسماعیل پسرش که محمد ابن اسماعیل است بر امامت خود ادامه داد و در عقاید اسماعیلی مهدی که شما میگین ظهور میکنه اصلا وجود نداشته بسیار زیبا اصلا خود اونها اعتقاد داشتن شما گپ نفهمیدین من نگفتم او امامت خود ادامه داد عده ای از اسماعیلیه که محمد را امام گرفتن اونها شدن مبارکیه او عده ای دیگه که اعتقاد کردن امامت خلاص شد امی مهدیه که مرده پس میه اونها شدن خالصیه من نگفتم که امامت خود ادامه داد یک عده شما وقتی گفتید بله اسماعیل دیدید مرده با چشم خود دیدید اونا گفتن که پس پسرش امام هست محمد ابن اسماعیل شدن مبارکیه
یک عده دیگه گفتن نه 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 این نه مرده، این مثل عیسی یک روز پس میاد مهدی میشه. مهدی یعنی هدایت شده، این یعنی همون هدایت شده هست تا پس میاد. اسماعیل نمرده. دلیلشان چی بود؟ اسماعیل امروزی که شما میشناسید به نام اسماعیل هست، نه مبارکیه یا نه خالصیه، این اسماعیلیه که شما هستی که 49 امام تا الان داری. نظاری اینا سوال من یک لحظه، سوال من نه راجب مبارکیه یا نه راجب خالصیه، نه راجب مستعلویه یا نه چیز دیگه، سوال من راجب اسماعیلیه نظاریه هست، صحیح شد؟ بله. میشه دما بگید که آیا امکان دارد که در یک زمان دو تا امام وجود داشته باشن؟ امام مستقر و امام مستودع چرا امکان نداره؟ امام مستقر و امام مستودع ممکنه وجود داشته باشه، صحیح هستم؟ بله بله. بسیار زیبا. دما بگید که بین حسن و حسین کدامشان امام شد؟ در عقیده اسماعیلی نظاریه آیا حسن ابن علی امام هستن؟ امام حسن امام مستودع است و امام حسین امام مستقر. امام حسن امام مستودع هستن، امام حسین مستقر هستن؟ بله. تفاوتش برای دوستان بگید. مستودع بایی است که امو زمانی که امام مستقر نظر به شرایط زمان، نظر به مقضای زمان در مکتوب می باشم و صلاحیت می باشه پیش امام مستودع، یعنی که او امانت بردار است و هیچ وقت نمیگه که ما امام هستم. یعنی حسن پیش حسین امانت بردار بود، صحیح هستم؟ بله بله. بسیار زیبا. حسن زودتر از دنیا رفت یا حسین؟ بله؟ حسن زودتر از دنیا رفت یا حسین؟ رفتن امام حسن یا امام حسین مشکل نداره. نه 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 مشکل دارم. تو عرض ما مشکلی نبود. سوال ما مشکلی نبود. یک سوال ساده بود. همه حسن زودتر از دنیا در وقت زمانی که امام حسن امام مستودع بود، امام حسین هم حیات داشت. نمیگم کدام از دنیا رفت زودتر. نمیفهم کدام از پیشتر از دنیا رفت. اکبر. پدرشان امام اولی که شما اعتقاد دارید، پدرشان علی زنده بود. وقتی علی زنده بود، حسن و حسین هم زنده بود. در اینجا کدامشان مستقر، کدامشان مستودع بود؟ امامی که ما بعد امام علی وقتی که می باشد طبعا او امام مستودع می باشد، اما تا هنوز اعلان نشده بود. با شما بعد شما اعتقادتان همینه که بعد علی حسین امالی گفتی بعد علی مگر حسین مستقر نبود؟ بعد علی امام وقتی که امام حسین را به عنوان امام انتخاب کردن وقتی شد امام مستقر. شما اول گفتی بحث ساده کنیم که پیچیده نشه. ما گفتم که الان علی، حسن و حسین هر سهش زنده. کدامشان از بین از سه مستودع هسته، کدامشان مستقر؟ یک. و دو، شما گفتی که حسین مستقر هسته، قبلش هم علی بود. حسین چه کسی تایید کرد؟ حسین چه کسی جانشین گفت؟ همین دو تا سوال هستن. در بین از سه کدام مستودع، کدام مستقر و حسین چه کسی امام گفت؟ بفهم. وقتی که حضرت امام حسین در کربلا شهید میشه، در وقت حضرت علی حیات نبود، بدرود حیات بود. شما چطور میگید وقت زنده بودن هم علی بود هم حسین بود هم حسن بود؟ آره آره. شما اون رو نمیگم، اون رو نمیگم، هر کدوم نگفتم. من میگم وقت هر سه زنده بودن. نه نه، شما حرف تون رو تصحیح بکنین، سرش یک مورد فکر بکنین. بازو مگه حرف تون رو تصحیح بکنین؟ من اصلا راجع به مرگ صحبت نکردم. مگم علی زنده، حسن و حسین هم زنده، کدام مستودع کدام مستقر هسته؟ چرا پیدا کربلا داره؟ نه، شما هر سهش میگه زنده بودن، هر سهش زنده نبودن برادر. الله اکبر. میگه هر سه زنده نبود، علی زنده، حسن و حسین اولادایش زنده نبودن. خب میگه هر سهشون زنده بود خو نبود. همه حضرت علی زمانی که فوت کرد، الله اکبر، امام مستقر که بود دنیا آمد. حسن و حسین که در دنیا آمد، علی زنده بود یا نبود؟ وقتی که امام حسین و حسین وقت در دنیا آمد، شما دنیا آمدن شما میگین یا موضوع امامت را شما بحث میکنید؟ دنیا آمدن گفته رییم گپ چم نبود، حال خود بازی میده. دنیا آمدن حسن و حسین که دنیا آمد، علی زنده بود یا نه؟ نه، زنده بود دیگه. بسیار خوب. ما سال اولاد میشیم
زنده می باشه یا مرده می باشه. مغز تو از کی بهتر می گفته که هیچ ارزش زنده نبوده؟ ولی وقتی که نه شما پیشتر گفتید که ارزش شما زنده بود، به این معنا که ارزش امام بود. شما عادت کردید با زبان دارم میگم ارزش زنده بود، نفر میگه نه تو منظور تو بود ارزش امام بود، تو منظور مرا میفهمی. حالا خدا بازی بده خیر است. کنار وقتی ارزش زنده بود کدام از اینها مستودع بود، کدام از اینها مستقر بود؟ ارزش زنده بود تا زمانی که حضرت علی خودش در مقام امامت بود، نه امام حسین مستقر بود و نه امام حسن مستودع بود. بسیار زیبا. و زمانی که معرفی میشه امام مابعد، وقتی که معرفی امام میشه، امام مابعد کی معرفی کرد؟ حضرت علی معرفی کرد. حضرت علی گفت بعد من حسین امام. بله بله. بسم الله. نسی بر ازمی بیار من امام اسماعیلی میشم. فقط من نمی رو میخوام که علی بعد از خود حسین را امام میدانه، حسن را نه، حسین را امام مستقر میدانه. یک نس، یک دو نس. بیار من مال اسماعیلی. چرا نه، چرا نه، چرا نه؟ اگر شما قبول کنید چرا نه؟ ما قبول میکنم. بیا نمی زبان هست شما، بیار من روی چشمات قبول کنید. بله نه که این تنها نظر اعتقاد اسماعیلی هستک، این نظر اعتقاد اهل ائمه و شیعه هستک. اهل ائمه و شیعه را باز من نشان میدم. شما همین نصر میشه بیاری جایی که توضیح بده بفرمایید. بله من گفتم من اجازه بدید، من اجازه بدید. تشیع به این عقیده است که امام باید از نسل علی باشه و از بطن فاطمه زهرا، و امام حسین هم از نسل حضرت علی و از بطن فاطمه زهرا علیه السلام است. چقدر فیلان هست؟ اصلا وقتایی که فیلان چرتفیر هستم من راجب از نا نپرسیدم. مگم میشه نمان دلیلش بیاد که علی حسین در امام گفته بیاد؟ شما هم به میقید هستین که امام که او امام همون درست و اصلا بخش این نیستم. گفت خلاص شد، من گفتم قبول کردم. شما میشه دمن نص بیاری که علی گفته بعد از من حسین امام بعد من هست؟ بفرمو. تمام. امام حضرت علی علیه السلام وقتی که موضوع امامت مطرح میشه و او کسی را که به امامت نص میکنه، او را همون شیعان خالصه ای که شما میگین که خالص به خاندان علی و ائمه اعتقاد دارد، اونا با دو چیز میگن که امام خالصیه اون زمانت نبود. توهم. خالصیه در اون زمانت نبود و خالصیه را از این خاطر نمیگن که مخلص بودن، خالصیه را از این خاطر میگن خدا میگفتن اسماعیل زنده است. خالصیه به این معنا که دوستدار خاندان پیامبر و علی است. خالصیه در زمانی که اسماعیل مرد تشکیل شد، عقیدهشان نفر میگه در زمان علی بود. حالا اینا رو من قرضت ندارم، قرار نکن. دروغ بسته دهش بند مانده. میگه علی بعد از خود امام مستقر که شیعه میگه که علی باید از خاندان امام، از خاندان علی و از بدن فاطمه زهرا باشه. آقا جان قبول دارم، چرا تکرار میکنیم؟ دلیل از خاندان علی و از خاندان علی و خاندان اسماعیل آمده که جیعیانی گد علی و خاندان گد اسماعیل. من میگم دیستقای امیر ازت میخوام، میشه دلیلی را بیاری که حس علی بعد از خود حسین را امام مستقر تعیین کرده؟ این امی خود حضرت علی گفته که امام. خب بیار دلیلش، امی در کجا و در کدام کتاب در کدام مطلب هست؟ از بطن فاطمه زهرا علیه السلام باشه. عجب احمقی هستم، اصلا هم از بطن فاطمه زهرا بود ما قبول ندارید. نه شما چه رقم کتاب خوندین؟ شما چه رقم شیعه هستین که شما اما اصل امامت ابو بحر ابو بحر ابو بحر اون نادان من اصلا بازی مخالف برادر، اصلا توهین نشوه، امی دینی تشیع هست. در مثلا خفه شو. او احمق اصلا کسی جنگ نداره که حسین از بطن فاطمه و از اولاد علی نبود. ایرا کلی که قبول دارن جاهل. خب همینطوری حسن هم اولاد فاطمه اولاد علی بود. انار سر از امی اختلاف هستن. چرا امیقت واقعا نادان هستید؟ نمیدارم آقا خان در شما چی یاد داده؟ امیقت جاهل هستید چی بلا؟
یک ساعت تبصره کده رایی که حسین از نسل از بطن فاطمه هم. او احمقی را من قبول دارم. خب پدر و مادرش علی و فاطمه بود، همین طوری که حسن پدر و مادرش علی و فاطمه بود. انار تو میگی حسن نیست، حسین هم. دو نفر دو تا شرایط یکسان دارن، حسن حسین، پدر علی پدر علی، مادر فاطمه مادر فاطمه. تو میگی یکی امام و دیگه نیست. میگی علی گفت حسین، میگی هستم امیر دلیل شده، میشه بیاری؟ نگار بازم شروع میکنه که شما ما از زمان عبدالله اسماعیل بطنی فاطمه. او بدرد نخور، علی بعد از خود بین دو نفر حسن و حسین پدر هر دویشان بود. گفت حسین بچم تو امام دوم هستی، حسن تو نیستی. امی در کجا ذکر شده؟ بیار که من اسماعیلی هشم، مایک تو باز کن. به الله قسم جواب ندارم، فقط دروغ میزنم. مایک تو باز کن. چراغگل دیگهش نام خدا حاجی مانده. تمام. یک جاهلای احمقای از دل خود قصه کده رایی پیرپاتال بیست دقیقه والا حسن آمده در گفتگی فاطمه بطنی. او احمق، هر دو شرایط چی اکسان هسته، حرفی که میزنی دلیلش بیار. تمام. قصه کده رایی موقع همه قبول دارم. شهر بخیر لقم بخیر خوب هستی؟ الحمدلله وقتم برم انشاءد الله افاید می هم اسماعیل رو توهین تقریم میکنم. چرا به خاطر چی اسماعیل رو نمیتیم نکنم؟ من اگر بخوام دعو بزنم میشه کوتا واضح بیتی برای ما کنم، کوتا واضح برد میگم، ولی خوب گوش بده جگر. اگر انسان با ادب با احترامی هستی من با تو صحبت میکنم، گپ زورم نیست، ولی اگر دلت هستم من مالی غم تو سرخلاص برد بگم. اگر میخوای دعو بزنی یا بی ادبی کنی خدا نکنه دعو بزنی. چرا دعو بزنی؟ خوبش خوبش خوبش، ما شما اگر آدم با ادب با احترامی هستید ما با شما صحبت میکنیم. نگه چرا اسماعیلیه رو دعو میزنی تحقیر میکنی؟ بزرگوار من در اسماعیلیه کار داشتم نه غرض. تقریبا این جلسه چهارم هسته که من راجع به اسماعیلیه صحبت میکنم، نه دعو زدم نه فحاشی کردم نه به ادبی نه به احترامی، تا وقتی که با ادب صحبت کرده باشم. یک کم برای گوش بیر بازار چطور گفتی؟ این لایوم یک نفر دو نفر نیست که من دروغ بگم، اون 500 600 نفر از جلسه هست. حالا چهار جلسه قبل یک اسماعیلی آمد بالا یک سوالی را از من پرسید، من سوالش را پاسخ دادم، اونو فن پیجا دارم، من سوالش را پاسخ دادم. این یک نمیدونم بین گپ پرید چیکار کرد، یک بی‌ادبی بی احترامی کرد. من گفتم او بچه آدم باری گپ بزن بگه نه پایین مندازم. این شروع کرد که توهین کرده در مقدسات شیعه دوازده امامی. اما جلسه کل اگه 600 700 نفر در لایو بودن. باز من گفتم آلی که تو از طرف اسماعیلیه خود گرفتی و اسماعیلیه هم بود، آلی که تو اسماعیلیه فحاشی بیادبی کردیم، انشالله باز من هم لایو میگیرم راجع به اعتقادات شما صحبت میکنم، نه دعو میزنم نه بیادبی میکنم نه کسی را بالا میارم که قوهر مادر قوهر مادر قوهر مادر نه. یک سوالای خیلی ساده راجع به آقایان اسماعیلیه هستم، همین سوالای من پاسخ پیدا کنم خیلی بهترم هستم. چرا؟ چون همین 500 نفر 400 نفر آدم اینمی سوال برش حل میشه، میفهمه که اسماعیلیت چقدر خوب و با دین و با ایمان هستم. بنابراین من دعو نه بی ادبی نه بی احترامی، ولی اگر کسی دعو بزنه بی ادبی کنه بی احترامی کنه من هم دعو میزنم هم بی ادبی میکنم هم لگاندن چالان میکنم. پس احترام هر کس دست خودش. من مثلا کسی که دعو بزنه بی ادبی کنه چرا دعو بزنه چی جور نمیشه؟ من شما رو نمیگم، هر کس افراد دیگر شما بفهم صحبت کنه انجام بده میشه. خب فقط سوال ما این بود که زیرا لایپایت میایم اسماره کافر صدا میکنم. خود شما اسماعیلی هستی؟ بله. آه. بسیار زیبا. قرآن قبول داری؟ بله. در همین قرآن قسم من یک سوال خیلی ساده، نه سوال کتابی دینی فلان. بله بابا خبر مترسی نگم خواه. من ای از مردم های چی که هست امه افغانستانی کسایی که مسلمان هست زیادتر شد خانده باشد مدرسه پنج سد مدرسه خانده. امه سوال نره بطر متوجه شدم. امیر گوش بگیر، اگر نخواستی یا نتانستی یک کلمه بگو نمیخوام یا نمیتانم باز گفت خلاص میشه. باش.
بسیار. ولی اگر جواب دادی در الله قسم من نمال اسماعیلی همی چون شروع میکنم از دین و عقاید اسماعیلی دفاع کدو تک به تک همی رو حافظ دوازده امامی رو بالا میارم جوابشان رو من میتونم این رو گوش کن. من میخوام اسماعیلی هش من با خود فکر میکنم که پیغمبر خدا گفت قرآن و اهل بیت من میگم چشم قرآن میگیرم اهل بیت هم میگیرم یا پیغمبرم اهل بیت تو چه کسانی هستم؟ پیغمبر خدا من هر حدیثی که دیدم اهل بیت خود 12 نفر گفت جانشین خود را 12 نفر گفت. مثلا شبی که در معراج رفت دید نام 12 نفر در عرش نوشته شد، وقتی از دنیا میرفت نام 12 نفر را وصیت کرد حدیث جابر، وقتی که در خم غدیر بود دست مولا علی را بالا برد. خیلی ها فکر میکنن در غدیر و خم پیغمبر همه را جمع کرد دست بالا برد من کنت مولا فعلی یا مولا برید بخیر. پیامبر در خم غدیر خطبه خوند، سخنرانی کرد، در اونجا هم اسم جانشینای خدا گفت 3 تا. رسول خدا در جای جای جانشینای بعد از خود را نام گرفته 12 نفر میگه. هم در کتاب ما 12 امامی ها هم سنی ها، بخی سنی ها اعتقاد دارن که جانشین 12 دانه هستن، خلیفه 12 دانه هستن. اناری من میخوام از جان و دل اسماعیلیه بشم، فقط میخوام انمی را بفهمم که پیغمبر خدا در کجا گفته که امامت از 12 نفر بیشتره. بله خدا در قرآن میگه کل شیء احشیناه فی امام مبین، هر چیزی را در امام آشکار قرار دادیم، اما این آیه را باید از اول بخوانیم. این آیه اینگونه نیست کل شیء احشیناه فی امام مبین، بلکه سوره یاسین آیه 12 هستم. خداوند در سوره یاسین آیه، چون من میدونم امی آیه را میخواید دلیل بگی، خداوند در آیه 12 سوره یاسین میفرماید اعوذ بالله من الشیاطین اللعین الرجیم انا نحن نحیی الموتى و نكتب ما قدموا و آثارهم و کل شیء احصیناه فی امام مبین صدق الله العلی العظیم. آیه راجع بعضیه که ما ایم که مرده ها را زنده میکنیم و نكتب ما قدموا و آثارهم، آثار وجودیشان رو همه رو ثبت میکنیم، نکتب مینویسیم و در یک لوح محفوظ داریم و کل شیء احصیناه فی امام مبین، همه چیزی را هم در امام مبین قرار دادیم. حالا همین امام ها را پیغمبر میگه 12 نفر. من فقط میخوام بدانم کجا بیشتر از 12 نفر گفته که من مال قبول کنم. بفرمایید. سوال دور به دراز که دیگه تکلیم نشد سوال تو واضح بود یک دوباره واضح میگم پیغمبر خدا کجا گفته که امامت بیشتر از 12 نفر است؟ در قرآن شریف گفتن. در کجای قرآن؟ خب تو خود مدرسه خوانده درس یاد داری بخوان واضح که بخوان چی گفتن؟ در کجایش قرآن که یک صفحه نیست کجایش گفته که من بخوان؟ بخوان تا یک پیش به قرآن هست، بخوان قرآن یاد داری خود توهم، کل از این کتاب 6000 تا آیه هست تا یک لالا کن بر جون. خب من یک سوال کوتاه تو میخوایم خلاص سوال نمی جواب خلاص. من نمیخوایم تو از من جواب از من سوال کن من جواب تر بچم من میخوایم که اکمال اکمال خواه تو حد من از جواب خلاص کن تو همیشه از سنی مذهب هم را اسماعیل کافر میکشه یعنی بچی بلی اسماعیل کافر هستن تنها مسلمان شیعه بسیار خوب، بسیار خوب، سوال که جواب نداد دیدید نه خیلی سوال شد بگو یاد ندارم چرا میگه قرآن واس کن بخوام خیر باشه اسماعیلی را چرا کافر گفتی؟ امیر گفتی نه؟ اسماعیلی امرای سنی مذهب سنی را که تو قرآن نداشته باش خود چه اگر نرسته سنی دفاع کنه تو راجب اسماعیلی هم میخوای بدانی که چرا اسماعیلی را کافر میگم نه؟ بله بگو بسیار خوب کسی که برخلاف الله حکم کنه کافر هست یا نه؟ چی؟ کسی که برخلاف الله حکم کنه کافر هست یا نه؟ بله آفرین چون آیه قرآن هست و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون کسی که برخلاف الله حکم کنه کافر هست. شما در دینتان خمس دارید؟ در عقیدتان خمس هست؟ بله در عقیده اسماعیلی خمس هستن؟ چی هست؟ چی هست؟ خمس
خونس مانش بگو که ما بفهم چیه. خب پس این را کنار میذاریم. در عقیده اسماعیلیه روز قیامت بدنهای ما زنده میشه یا ارواح ما؟ ارواح ما. خدا انشالله خیرت بده که یک جواب درست حسابی بالاخره دادی. در عقیده اسماعیلیه در روز قیامت بدنهای ما زنده میشه یا ارواح ما؟ ارواح ما. ارواح ما. خدا در قرآن میگه روز قیامت بدنها زنده میشن. کافر شدی رفت. بخوام. اگر کشیدم که تو میگی ارواح، خدا میگه بدن، قبول داری که کافر هستی؟ بخوام. باحال شده. آفرین، بالاخره عقیده خدا گفتید. بالاخره عقیده را گفتی. بالاخره عقیده را گفتی. الله اکبر. پس ایشان گفت کسی که برخلاف الله حکم کنه کافر هسته و الان خودشان میگن که روز قیامت ارواح زنده میشه. اینا رو با هم دیگه میبینیم که خدا چه گفت. ایشان گفت کسی که برخلاف الله حکم کنه کافر هست و در روز قیامت ارواح زنده میشه. سوره فصلت آیه 21. و قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا. آنها در اعضای بدن خود میگن چرا بر علیه ما شهادت دادید. قالوا انتقل بذار من رو سکنم. قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون. اعضای بدن خود میگن شما چرا شهادت میدید؟ اعضای بدن حاضر هستند میگن خدایی که همه موجودات در نطق آورده ما رم گویا با زبان قرار داده، ما اینا رو در روز قیامت بر علیه شما شهادت میدیم. خدا میگه که معاد روز قیامت جسمانیه، شما میگه روحانی، پس کافر است. سوره فصلت آیه 21 چه گفتنی داری؟ لای عقیده تمام اسماعیلیه هسته. اسماعیلیه معاد را روحانی میدانه که برخلاف قرآنه. این هم یک دلیل بر کفرت. تو کافر کشید اسماعیلیه را؟ آیه قرآن؟ سایک الله قم باز ما یا الله در این قرآن جل جلاله واسه که برای اصلا نفرسیم روز قیامت معاد جسمانیه یا روحانی؟ بگه ما امام حاضر است موجود است ها؟ نه کافر است فرد خدا بای خدا نه خانم نماز کار دوباره اصلا نفرسیم روز قیامت معاد جسمانیه یا روحانی؟ روحانی است خدا میگه جسمانیه. کافر شدید مگه نگفتی بر خلاف الله گفتیم تنی کافر است؟ تو شاید از امکاریای باشی که بخاطر دوای فالوار فهمیدی جایی چک تعلیم تاکرت این داره دین ما کافر شدی زور کم نمیرسن. آیه قرآن من نشان داده مردم خودشان دیدن. قرآن که دروغ نیست. از سوره فصلت آیه 21 فقط در اینجا آیه نیست، آیات دیگه ای هم هست. کافر شد نه که تو چی میگی دیگه؟ تو بگه که خود روانه تو سوال مرا جواب میگی تو از اون قاری هایی هستی که قرآن را در خاطر لایف خود. شما قرآن خوانده میتونی؟ بله چرا نه. لطف کن ما سوره اخلاص را بخون. به ما یاد نداره ما خواهم بر تو بگی ما چی سوال میکنم تو بخواهم نماز... چی میکنم ما نماز میخوانی؟ اسماعیلیه نماز نمیخوانه. اصلا سوال کنم یا نه گوش کن. اسماعیلیه نماز میخوانه یا سه وقت در روز دعا میکنه؟ اسماعیلیه نماز میخوانه یا سه وقت در روز دعا میکنه؟ اسماعیلیه پنج وقت نماز میخوانه. الله اکبر. اسماعیلیه نماز میخوانه. یک دقیقه گم را گوش کن. دیری دروغ میگه. آتی یک سر بسر گم را بایستی. میگه سر گم را سوره اخلاص یاد نداره. یک معاد روحانیه که من نشان دادم جسمانی. احساساتی نشان خود من تو سوال تو جواب دیگه. احساساتی در این قسم تو واسه ریشخندی الان نگار داشتیم. بخواه تو بگی. خواه تو بگی یکی از آیات قرآن شریف از بخوان چل فریزه رو بخوان. چل فریزه؟ بخوان قرآن شریف آن رو پیشتن سر بخوان. چل فریزه رو بخوان. چل فریزه چیه؟
یعنی خود تو تانوز نمیفهمی چیل فرزه چی هست بازمیه اینجا فهمید تاوین تاکیم ایدید چی میگه چیل فرزه؟ ساده بخون چیل فرزه شا بخونم؟ تو آدم اگر از رای قچاق آمده باشه طرف ترکیه به نام جمرالله میگه که حساب میکنه پرسون میکنه دارت نو چیل فرزه زین و مزده پرسون که میره تو آدم چرا گله اگه خبیس کمش؟ جاکش ما چه مگم؟ مگم اخلاص بخون اخلاص نمیفهمم. مگه تو اگر از ترکیه از کوچه پشتی دیست راست طبقه دوم رد شده باشی اونجا چل فیصد داده تو یاد میدم احمق ما اصلا نمیشنم چل پیسم چل پیسم میگی چل فیصد میگی چل فیصد میگی چی میگی اصلا من تو رو برای ریشخندی اینجا نگر داشتم جاهل کسی که برخلاف الله حکم کنه کافره بله مواد روحانیه یا جسمانی روحانی اون او خر اعمال برد نشان دادم کافر شدی تمام شد دیگه زورت نمیرسه میگه تو از او قاریایی هستی که دخاطر لایف قرآن میخوانی آیه قرآن پیش روی تو اشتم میگه روز قیامت فقط روح هسته جسم نیسته آیه قرآن پیش تو ماند یعنی خر هستم آقا خان خوب خرایی را گیر کده زنای خدا شب اولی همبستری مو برن در تای آقا خان میخواه میدن در تای نماینده آقا خان که بکارت چلو او بیزنن در جماعت خانه منو وضعیتشان هستن باز که سعی کنی در قرآن میگن ایمان داری منی وضعیتشان هستن مگم اخلاص را بخوان خانده نمیتونه و گفتم به الله قسم اگر من تک به تک صحبت های خود سر از اونا ثابت نکنم اگر الهیشان کنم جلسه اول من داشت ما چی گفتم؟ گفتم اینها ارکان هفتگانه دارن رکن اول توحید که توحیدشان یعنی کدام چیز گفته بودم اینا اصلا در خدا صفت نمیدن اینا در خدا اصلا صفت نمیدن یعنی خدایشان اصلا نیو کده بدتر راجب زکات چی دیتان گفتم 12% راجب عبادات چی دیتان گفتم؟ گفتم اینا اعتقادی در نماز ندارن سه مرتبه دعا میکنن راجب معاد چی دیتان گفتم؟ گفتم اینها اعتقادی در جسمانی بودن معاد ندارن در معاد روحانی اعتقاد دارن اون شنید راجب ولایت چی گفتم؟ گفتم امام حسن را قبول ندارن اون شنیدید که میگه یکیش مستودیع یکیش مستقر اینا را به الله قسم از خودشان من بیشتر میشناسم اینا را عقایدشان از خودشان بیشتر من میشناسم چل فریضه کدام سوره من نمیدونم یک چیز از دل خود کشید یک چیز از دل خود کشیده که از ترکیه از جاده فلان اگر رفته باشی 40% میخوانی من اصلا نشنیدم نمیدانم چی هستم من میگم اخلاص را بخوان اگر تو نماز میخوانی اخلاص را بخوان او را خوانده نمیتانم در من میگه 40% بخوان 40% امیر من نمیدانم آقا جان دارم علنا میگم اگر شما حمد گفته بودی کوثر را گفته بودی اخلاص را گفته بودی کافرون را گفته بودی من نمیدانستم والا به سوادم چون سوره های قرآن امین که من نه 40% نه 40% نه 40% همی هیچ ندیدم تا حالا اگر شما دیدید بگید شاید من واقعا نشنیدم اگر شما میدانید بگید